در پی تحولات 7 اکتبر در غزه اسرائیل در شمال هم با نیروهای حزب الله روبرو بوده و مسئله گسترش جنگ به جبهه شمالی یکی از مسائل مهم و سرنوشت ساز سرلشکر عباس ابراهیم دوازده سال رئیس دستگاه امنیتی جاسوسی لبنان بوده و با اینکه بهار سال قبل بازنشسته شده همچنان یکی از بازیگران مهم پشت صحنه سیاسی این کشور است او هم رابطه نزدیکی با حزب الله دارد و هم ارتباطات گرم و دیپلماتیک دیرینه با مقامات کشورهای غربی از جمله آمریکا همین او را در جایگاه یکی از مهمترین کانالهای رایزنی غرب با حزب الله قرار داده با او درباره پشت پرده رایزنی های آمریکا و همچنین ایران برای پایین آوردن تنش در مرز لبنان و اسرائیل به گفتگو نشستم و از او پرسیدم آیا لبنان به سمت یک جنگ تمام ایار می رود؟ من نفیسه کوهنورد هستم و این گفتگوی ویژه است با ژنرال عباس ابراهیم ممنونم سرلشگر که درخواست ما رو پذیرفتین همه دارن درباره امکان وقوع یک جنگ تمام ایار بین حزب و اسرائیل صحبت میکنن اما اجازه بدید کم به عقب برگردیم شب هفتم اکتبر assume received lot بکنم شما تماس های زیادی دریافت کردید از جمله از طرف آمریکایی ها و آقای هوکشتاین نماینده آقای بایدن در پرونده لبنان و اسرائیل هم به شما زنگ زده درسته؟ او ازتون چی میخواست؟ yeah, of of بله من داشتم به عروسی یکی از دوستان میرفتم و داشتم گل می خریدم. موبایلم زنگ خورد و هوکشتاین پشت خط بود. به من گفت سلشگر فکر کنم به کمک شما نیاز داریم. من گفتم باشه گوش می کنم، اما من یه جنرال بازنشستم. اونم گفت هیچکی باور نمی کنه شما سرلشکر بازنشسته باشید و فکر می کنم ما در گذشته وقتی مرزهای دریایی رو تعیین کردیم با هم همکاری های زیادی برای حل مناقشه‌ها ها داشتیم. ایشون گفت ما میخوایم تنشای مرزی رو کاهش بدیم من میدونم که احتمالا ما نمیتونیم بین حزب الله و اسرائیل جنگ رو متوقف کنیم یا آتش پس برقرار کنیم اما هدف ما الان اینه که تنشهای مرزی رو پایین بیاریم و بتونیم از طریق تماس با هر دو طرف شرایط رو آروم کنیم اون از ما میخواست که میانجیگری کنیم بین هر دو طرف هم با طرف اسرائیلی صحبت کنیم و هم با طرف لبنانی دیگه از اون به بعد بود که ما هر شب با هم حرف میزدیم و وقتی متوجه میشد که قرار عملیاتی از داخل مرزهای لبنان رخ بده به ما هشدار میداد و به من میگفت که اسرائیلی ها آمادن که تلافی کنند یا با آتش پاسخ بدن به همین خاطر من فکر میکردم آقای هوکشتاین نگرانه چون به خوبی میدونست که اسرائیلی ها نمیتونن توی دو تا جبهه بجنگن و البته که منم با حزب الله تماس گرفتم زنگ زدید با آقای حسن نصرالله؟ نه حداقل با دفترش تماس گرفتم هیچ جوابی دادن؟ نه جوابی ندادن نمیخواستن جواب بدن شاید اینطوری بود که فقط میخواستن پیام رو بگیرن ولی نمیخواستن بهش جواب بدن من همون زمان از آما پرسیدم که چرا هی از من سوال میکنی یا به من پیغام هایی بیدی و میخوای برسونمشون به آدمایی که جواب نمیدن گفت جواب ندادن برای ما خودش یه جوابه همزمان یادم اون روزها حیات های زیادی از ایران به اینجا سفر میکردن از جمله آقای امیر عبداللهیان که در سقوط بالگرد از دنیا رفت موضع اونها درباره تنش های مرز لبنان و اسرائیل چی بود؟ ایرانی ها تلاش میکردن تنش ها رو با اسرائیل کاهش بدن چون نمیخواستن درگیری ها به منطقه کشیده بشه اونا نمیخواستن یه جنگ منطقی داشته باشن و میخواستن سطح تنش رو پایین بیارن. اما هیچ وقت از حزب الله درخواست نمیکردن که پاسخ به حمله های اسرائیلی ها رو متوقف کنه. همیشه به مقام های لبنانی میگفتن که به لبنان اهمیت میدن. نمیخواستن افزایش تنش ها با اسرائیل منجر به یک جنگ فراگیر بشه. چون مطمئن بودن اگه چون این اتفاقی بیفته با یه جنگ فراگیر در سطح منطقه روبرو میشن. And now how do you see situation? حالا وضعیت رو چطور می بینید؟ فکر میکنید چنین جنگی نزدیکه؟ بذارین بهتون بگم اگه بخوام از نظر استراتژیک بگم ناتانیاهو نمیتونه حماس رو صد در صد شکست بده نمیتونه حماس رو از بین ببره نمیتونه به طور کامل محاصرش کنه برای همینم الان توی این میدون دنبال یه پیروزیه و خیلی خوب میدونه بهترین برد براش اینه که بتونه حزب الله رو شکست بده من اینو از روز اولم گفتم الان تلاش میکنه که پای آمریکایی ها رو به این جنگ باز کنه چون میدونید ناتانیاهو باید در آینده پاسخگو باشه بعد از این جنگ مطمئنم که مسئولان و مقام های اسرائیلی پیگیرش خواهند بود ناتانیاهو در حمله روز 7 اکتبر به عنوان نخست وزیر مسئولیت داشته و این نخست وزیر اسرائیل بوده که اسرائیل رو بعد از نه ماه در جامعه جهانی به این موقعیت رسونده اسرائیل خیلی وضعیت بدی داره ناتانیاهو دنبال یه پیروزیه نمیخواد بعد از جنگ پاسخگو باشه و هم میخواد که بعد از این جنگ برای مردمش تبدیل به یه قهرمان بشه اما من میتونم بهتون تضمین بدم که ناتانیاهو هیچ وقت چون این افتخاری نصیبش نمیشه اگه بخواد به لبنان حمله کنه اولا ارتشش برای چنین چیزی آماده نیست و من فکر نمی کنم آمریکایی ها هم چنین جنگی رو بخوان اونا از نتانیاهو برای هدفی که داره پشتیبانی نمی کنن پیام زد و نقیزی از آمریکا میرسه اونها تضمین دادن که اگر بخواد جنگ تمام ایار بشه از اسرائیل حمایت میکنن مطمئنم که از اسرائیل حمایت میکنن ولی حرفم اینه که از اسرائیل اونجوری که خود اسرائیل میخواد حمایت نمیکنن. آمریکاییها درگیر انتخابات خودشونن. اینکه به این جنگ کشیده بشن براشون موضوع مهمیه این یعنی آقای بایدن به با عنوان رئیس جمهور نمیتونه تضمین بده که در کاخ سفید باقی خواهد موند آمریکایی ها مشکلات خودشون رو دارن برای همین اونقدری خودشون رو متعهد نمیدونن که تا این حد برای اسرائیل مایه بذارن اما هیچ کدوم از اینها امکان وقوع یک جنگ فراگیر علیه حزب الله رو نقض نمیکنه. نه 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 بهتون میگم چرا چون آمریکایی ها خیلی خوب واقفن که اگه چنین اتفاقی بیفته و اسرائیل جنگی رو علیه لبنان راه بندازه ایران هم مداخله میکنه و برای اولین بار در تاریخ ایران با نیروهای خودش به همراه گروه های نیابتیش در منطقه مداخله میکنه. پس یه چنین وضعی منجر به یک جنگ منطقی میشه و یه جنگ منطقی با منافع ایالات متحده منافات داره. از نظر خودتون چیف، فکر میکنید ایران تا این حد وارد مرکشه؟ مطمئنم اگه این اتفاق باعث شروع یک جنگ فراگیر منطقی بشه و ایرانی ها حس کنند که جایگاه حزب به خطر میفته حتما این کار رو میکنن اون موقع چون این چیزی رخ میده ببینید ما دیدیم که آمریکا و ایران تا مرز درگیری پیش رفتن ولی بعد به توافق رسیدن اینکه در جنگ باشن علیه منافع هر دوشونه و میخوام بهتون بگم که یک جنگ منطقه علیه منافع آمریکاست. ضمن اینکه روسیه هم در این جنگ خواهد بود حتی قبل از جنگ غزه اسرائیلی ها حزب الله رو به عنوان تهدید میدیدن حالا حزب الله خیلی از توانایی هایی که قبلا نشون نداده بود رو داره نشون میده فکر میکنید اینها بازدارندگی ایجاد کرده یا یک شمشیر دولبه میتونه باشه نه چیزی که من فکر میکنم اینه که وقتی اونا میگن که پهپاد هوپو رو فرستادن بالای سرزمین های اشغالی فلسطینی این یه پیام به اسرائیلی ها که اگه میخوان کاری انجام بدن اول تا صد بشمارن این یعنی حزب الله به دنبال بازدارندگیه اما یه بخش دیگه این پیام چیه شما یادتون میاد وقتی آقای آموس هوکشتاین اینجا بود ایشون اون موقع چیزایی رو روی میز گذاشت که به مذاکره کننده لبنانی کمک کرد درسته؟ بهش اعتماد به نفس داد باید شد به این فکر کنه که ما به اندازه قوی هستیم که اجازه ندیم هیچ کسی بتونه خواستی خودش رو به ما دیکته کنه یادم میاد وقتی داشتیم روی مسئله دریایی کار میکردیم روز آخر وقتی که از آموس جواب گرفتیم دلیلش این بود که پهپادهای حزب الله بالای میدان گازی کاریش بودن حالا نمیخوام وارد اون بخش از تاریخ بشم اما این روش کاری حزب الله hearing from the other side in their media. And what are از اون طرف میشنویم از مقامات و رسانه های اسرائیلی که میخوان کسانی رو که در مناطق شمالی آواره شدن رو به خونه هاشون برگردونن اما این مردم هم تا زمانی که حزب الله این طرف مرز باشه به خونه هاشون بر نمیگردن پس راه حل چیه راه حل اینه خیلی آسونه آتشبس در غزه و رفتن به سمت دائمی کردن این آتشبس نه این چیزی که چند بار این مدت یا در هفته های گذشته در ماه های گذشته دیدیم. یه سری پیشنهادهایی داده می شد که هیچ کدومشون به سمت آتشبس دائمی نمیرفت. رفت. اسرائیلی ها گروگاناشون ببخشید و بعدش می به کشدار ادامه بدن. But, اما اسرائیلی ها میگن میخوان حزب الله رو تا رودخانه لیتانی عقب بزنند بعضی کشورها مثل آمریکا و فرانسه هم این پیشنهاد رو مطرح کردند اونها دارن درباره قطنامه 1701 شورای امنیت صحبت میکنن و فشار میارن که لبنان باید اون رو به اجرا بذاره <تصفح> بله بله ما باید این کار رو بکنیم ولی 1701 درباره لبنان صحبت نمیکنه ما در سال 2006 با اسرائیل مشکل داشتیم جنگ کردیم و این قطنامه به خاطر اون جنگ به وجود اومد بنابراین قطنامه باید به هر دو طرف تحمیل بشه اما آیا اسرائیلی ها آمادن که تعرض به فضای ما و علیه آبهای ما در دریا رو متوقف کنن؟ یا علیه زمین های ما؟ آماده هستن؟ اگه آمادن من معتقدم که لبنان هم آماده است ما نمیگیم که میخوایم اسرائیل به تنهایی این قتل رو اجرا کنه و ما انجامش نمیدیم نه ما این کار رو انجام میدیم و میخواهیم که انجامش بدیم من میخوام به شما یادآوری کنم که اسرائیلی ها تا قبل از این جنگ این قتلنامه رو بیش از سی هزار بار نقض کردند درسته چطور نقض میکنن؟ از هوا، از دریا، از زمین، اینا ثبت شده. حتی دفاتر سازمان ملل هم این رو ثبت کردن. و ما همه این تعرض ها رو به سازمان ملل گزارش کردیم. بنابراین این ما نیستیم که داریم این قطنامه رو نقض میکنیم. اگرم که حزب الله این قطنامه رو بعدا نقض میکنه، اینا واکنشه. بنابراین برای متوقف کردنش ما باید هر دو طرف رو مجبور کنیم که به قطنامی 1701 احترام بذارن بخشی از قطنامه 1701 میگه سلاح باید در دست ارتش ملی باشه و بقیه گروه ها باید غیر مسلح بشن فکر میکنید الله چنین چیزی رو قبول کنه؟ I am one of the people who call for the Lebanese army to control. من یکی از اون آدمایی بودم که درباره کنترل ارتش لبنان و اینکه فقط ارتش لبنانه که باید مرزهای ما رو کنترل کنه صحبت کردم چه در جنوب در شمال هر جایی و به شما میگم که اسرائیل آماده نیست من نشنیدم که هیچ سیاستمدار اسرائیلی بگه که ما به قطنامی 1701 احترام میذاریم بنابراین ما میخواییم از طرف اسرائیلی دست یک بیانیه بشنویم که توش بگن ما آماده ایم که به این قطرام احترام بذاریم اما اونها دارن در مورد و خل سلاح حزب الله صحبت میکنن <متصفح> فکر میکنید اسرائیلی ها در موقعیتی هستن که بتونن خواسته هاشون رو به ما تحمیل کنن؟ در چنین موقعیتی نیستن هر دوی ما باید به قوانین بین احترام بذاریم و این راه حله هیچ کسی حق نداره که خواستی خودش رو به دیگران تحمیل کنه. بنابراین ما میخوایم که مردممون به جنوب برگردن و اونا از تعرض اسرائیل میترسن. بنابراین ما از اسرائیلی ها میخوایم که 100 کیلومتر داخل خاک خودشون عقب نشینی کنن تا مردم ما بتونن به خونهاشون برگردن و نترسن. راحت باشن، امن باشن. چرا باید لغمه رو دور سرمون بچرخونیم؟ خیلی ساده است وقتی که قطنامه 1701 تهیه و صادر شد اونا قطنامه رو در شرایط متوازنی تهیه کردند. یکی از دو طرف نمیخواد به این روش متوازن احترام بذاره بنابراین باید مسئولیت رو به گردن بگیره همین فکر میکنید ارتش لبنان آماده چنین مسئولیتی هست؟ بله چرا آماده نباشه ارتش لبنان میخواست بعد از سال 2006 اونجا باشه و حزب اونجا بود حزب وقتی در اون مناطق ظاهر شد که اسرائیلی ها شروع به نقض قطنامی 1701 کردن شما به جنوب اشاره کردید بخش بزرگی از جنوب لبنان به خاطر بمباران های اسرائیل با بمب های فسفوری و غیره به ویران تبدیل شده و هر روز هم مشاهد ترور نیروهای حزب الله هستیم. ما معتقدیم که از نظر استراتژیک اسرائیل در وضعیت خیلی بدیه. وقتی شما به جنگ میرید اینطوری نیست که بخواید تعداد تلفات یا کشته هاتون رو در نظر بگیرید. جنگ هدفش اینه که ببینید به هدفتون رسیدید یا نه. اما بخشی از حرفای من در مورد اطلاعاتی که اسرائیلی ها دارن مکان دقیق این افراد رو دارن حتی آقای نصر الله در یکی از سخنرانی هاش به این اشاره کرد و توصیه کرد که نیروها تلفن با خودشون نبرن اما ما همچنان شاهد این ترور ها هستیم I'm not tell you what the Israelis, what means they are using to target those people. من نمیخوام بهتون بگم اسرائیلی و از چه راههایی برای هدف قرار دادن اون افراد استفاده بین ممکنه یه چیزایی بدونم اما الان بهشون اشاره نمی کنم. اما بله اشتباهاتی هست که افراد میکنن و باعث میشه که تلفاتی رو شاهد باشیم. اما من فکر میکنم کنم حزب الله همونطور که در ویدیویی که منتشر کردن به ما گفتن که در صورتی که جنگ فراگیر شروع بشه اونا چه تعداد هدفایی دارن؟ or می right دونم شما معتقدید که فعلا نشانه ای از جنگ تمام وجود نداره اما اگر اسرائیل بخواد زمینی حمله بکنه شاهد چه جور جنگی خواهیم بود. <Restaurant> <ağiugenina> من میخوام بگم که کی میتونه تضمین بده که نیروهای حزب الله به سرزمین های اونور مرز حمله نکنه. هیچ کسی نمیتونه این تضمین رو بکنه و هیچ کسی نمیدونه که برنامه حزب الله چیه. بنابراین ما باید یکم صبور باشیم و صبر کنیم ولی من نمی بینم که چون این جنگ فراگیری در حال وقوع باشه بهتون گفتم به خاطر اینکه آمریکایی ها نمیخوان این جنگ در بگیره و نمیخوان توی اون جنگ اصلی وارد بشن چون میگن این علیه منافع ماست و بدون آمریکایی ها هم اسرائیل نمیتونه هیچ کاری بکنه Israel can do nothing. Since Iran's attack on Israel, از زمانی که ایران به اسرائیل حمله کرد، مشاهده تغییر چشمگیر در گریهای مرزی هستیم. حزب الله جدید و تاکتیک جدید داره رو میکنه. شما وضعیت رو بعد از حمله ایران چطور ارزیابی میکنید؟ Uh, I'm sure that after this had, من مطمئنم که بعد از حمله ایران به اسرائیل و این موشک ها و پهپاد هایی که فرود اومدن شاید حزب الله تاکتیک خودش رو تغییر داده اگه از من بپرسید چرا میگم بستگی به تصمیم در سطوح نظامی سازمان حزب الله داره مشاهده شما چی بوده I that the, the in the field من دیدم که توانایی های به ویژه در زمینه تکنیک های میدانی بهبود پیدا کرده بعد از حمله ایران به اسرائیل و همونطور که اسرائیلی ها میگن فاصله حزب با اسرائیل به صفر رسیده و این خیلی برای اسرائیل خطرناکه حزب الله در برابر همه حمله ها واکنش نشون میده و حزب الله تا عمق زیادی وارد سرزمین های اسرائیلی میشه همون قدری که اسرائیلی ها وارد سرزمین های ما میشن از نظر برتری هوایی چی اونها جت دارن و بالای این مناطق مدام در حال پرواز مطمئنم و اگه اسرائیلی ها کارهای بیشتری بکنن اتفاقای جدیدی رخ میده و اینکه من معتقدم حزب الله هنوز از همه امکانات و توانش استفاده نکرده از نظر برتری هوایی چی با در نظر گرفتن اون هم فکر میکنید هنوز توازن هست؟ فکر میکنم همینطوریه و حزب همین الان پیام های کوچکی رو در این باره به اسرائیل فرستاده و شاید به خاطر همینه که اونا حمله های هوایی رو کاهش دادن منظورتون ثابت کردن پهبات ها کم کردن تعداد و که موشک بالستیک به سمت جت هاست بله پس هیچکس کس نمیدونه که حزب چی داره اما اسرائیلی ها این پیغام ها رو خیلی واضح بخونن بعض ایران رو سرزنش میکنن و این رو جنگ ایران میدونن و میگن این ایرانه که به حزب الله فشار میاره که واکنش نشون بده یا نده تو بذارید یه چیزی رو بهتون بگم حزب الله برای ایران کار نمیکنه اینو روشن کنم اونا دارن یه کتاب رو میخونن اونا یک دکترین دارن درسته از این طریق اینا با هم شریکن هیچکی برای اون یکی کار نمیکنه اونا برای یه هدف مشترک کار میکنن و یه دکترین یکسان دارن. این اون چیزیه که کشورهای غربی باید خیلی خوب درک کنن. این اعتقاد که حزب الله داره برای منافع ایرانی ها کار میکنه یا ایران داره برای منافع حزب الله کار میکنه نه اینا در این زمان فقط یه هدف مشترک دارن شاید برای کشورهای غربی خیلی حساس تر بشه خیلی جدی تر بشه یا هر چیزی بشه ولی این حقیقته now like some part like some Lebanese also say that like, what, like the action that Hezbollah بخشی از لبنانی ها میگن حزب الله با واکنشی که <applause> 8 اکتبر نشون داد بله لبنان رو به عنوان کشور به خطر انداخت خیلی ها این جنگ رو نمیخوان منم جنگ نمیخوام هیچ کسی جنگ نمیخواد ولی وقتی چیزی به تحمیل میشه باید باهاش مواجه بشی فکر میکنید این به حزب الله تحمیل شد این مسئله دکترینه go ما باید برگردیم به ریشه ها این مسئله دکترین برای حزب الله برای حماس برای ایرانی ها برای مقاومت عراق و برای مردم یمنه ببینید من میخوام از شما سوال کنم اگه این متحدان نخوان که تو شرایط سخت و دشوار پشت هم قرار بگیرن پس کی میخوان این کارو بکنن چرا آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه و اجازش رو داره چرا بریتانیایی ها میکنن چرا فرانسوی ها همین حمایت رو میکنن چرا پشت همن طبیعیه چون متحد همن چرا چون این حمایتی از طرف بقیه مشکلی نداره ولی بین حزب الله و متحداش خوب نیست پس اینم عین همونه um, روزنامه تلگراف در مقاله مدعی شد که حزب الله از فرودگاه برای انبار کردن مهمات استفاده میکنه که باعث نگرانی شد آیا در فرودگاه مهمات انبار میکنن نمیخوام بگم که اینطور فکر نمی کنم میخوام بگم مطمئنم که این کار رو نمی کنن و نیازی هم ندارن که این چیزها رو در فرودگاه انبار کنن چرا توی فرودگاه؟ برای چه هدفی؟ بسیار خوب اگه من بخوام با اسرائیلیها بجنگم شاید اسلحه ها رو در جنوب لبنان انبار کنم یا هر جای دیگه ای اما چرا در فرودگاه؟ این یه سال بزرگه چرا باید اسلحه ها رو در فرودگاه نگهداری کنند؟ چرا باید اینها رو در چنین موقعیتی قرار بدن؟ اگه اینا پیدا بشن چی؟ چرا؟ باید منطقی بهش فکر کنید. خب اسرائیلی ها الان دارن برای مرحله ای آماده میشن که اگه لازم شد به چند جای حساس در لبنان حمله نظامی کنن. اونها قبلا هم به فرودگاه حمله کردن. بله. من مطمئنم ولی الان وضعیت فرق کرده. الان فرق میکنه. من فکر میکنم اگه الان چون این کاری بکنن به فرودگاه های اسرائیل هم حمله میشه. پس اسرائیلی ها باید اینطوری به این موضوع فکر کنن. درسته؟ نمیتونن به لبنان صدمه بزنن. نمیتونن به هیچ محلی حمله کنن بدون اینکه خودشون هم ضربه ای ببینن. فکر نمی کنید که اسرائیلی ها یک بمباران وسیع در مناطق مختلف لبنان برنامه ریزی کنن؟ And they have their own plan. اونا تعداد زیادی از مناطق حساس رو بمبارون میکنن و برنامه خودشون رو دارن ولی باید قبلش خیلی به این کار فکر کنن برای اینکه قدرت در خیلی از زمینه ها متوازنه شما یه فرد نظامی هستین و آمریکایی ها مدام در این صحبت میکنن که میخوان در لبنان یک ارتش قوی ملی شکل بگیره و امیدوارن این پایانی بر حزب باشه این ایده واقع گرایان است؟ این ایده خوبیه من همیشه اینو گفتم اگه ما یه ارتش داشته باشیم که بتونه با امکاناتش از کشور دفاع کنه ما به حزب الله یا دیگران نیازی نداریم که از همون دفاع کنن ببینید من اهل جنوبم و ما رنج خیلی زیادی کشیدیم از سال 1948 تا دیروز و هیچ کسی هیچ کشوری در این دنیا نبوده که ارتش ما رو در طول تاریخ تقویت کنه تا بتونیم از خودمون دفاع کنیم اسرائیلی ها به روسته های ما می اومدن و با بلدوزر خونه ها رو خراب می کردن و کسی جلوشون رو نمی گرفت. به عنوان یک نظامی لبنانی من اولین کسی هم که خواهم رفت و با حزب الله می جنگم و خل اصلاحشون می کنم. و هر نهاد دیگه ای که میخواد از کشور دفاع کنه چون ما ارتش خودمون رو خواهیم داشت و این کار برای ما به عنوان لبنانی ها باعث افتخار خواهد بود نه به عنوان شیعه یا سنی یا هر چیز دیگه ای. ما میخوایم لبنانی باشیم میخوایم کشور خودمون رو داشته باشیم ولی وقتی نتونیم از مردممون دفاع کنیم کشور چه معنی داره see... اشاره کردید به امکان جنگ منطقی فکر میکنید نیروهای شبه نظامی عراقی و حوسی ها به کمک حزب الله بیان؟ Yeah. Yeah, بله شاید با وجود اینکه حزب الله به نیروهای نظامی نیازی نداره ولی میخوام بهتون بگم که شاید ایرانی ها هم بخشی از این جنگ باشن این خطرناک‌تره. This